وقتی ما به آموزه خلقت پرداختیم من اون درس خاص رو با جلب توجه به بحران زمانمون شروع کردم و اینکه چقدر از این انتقادها از سوی خدا ناباوران و دنیاگرایان بر علیه مسیحیت یهودیت نشانه گیری شده و به مفهوم خلقت چشم دوخته و درک کردند که اگه بتونن زیربنای خلقت رو از هم بپاشن کل نظام مسیحیت با اون فرو میریزه اما ما نه تنها با بحران خلقت جهان مواجه شدیم خلقت به طور کلی بلکه به طور خاص در فرهنگمون شاهد تغییر اساسی در درک منشأ انسان ها بودیم حالا ما پیشرفت انواع گوناگون نظریه های تکامل رو دیدیم همه چیز از تکامل کوچک تا تکامل بزرگ و تعداد زیادی از تفاوت‌های ظریف در بینشون که این نظریه‌ها به شکل مهمی اطمینان انسان رو درباره شن و مقام آغازمون تضعیف کردند ما بارها شنیدیم باید بگم بارها میشنویم که خودمون رو به عنوان وجود تصادفی کیهانی توصیف کردیم که ظاهرا به طور اتفاقی از فرضیه نخستین به سوی مرحله تکامل کنونی رسیده ایم. یادم فیلسوفی شرایط انسانی رو اینطور توصیف کرد که ما در بهترین حالت یاخته های رشد یافته هستیم که از مایع لزج تصادفی ظاهر شده و بر روی یک دندانه از یک چرخ ماشین وسیع کیهان نشستیم که به سوی نابودی میره پس با این دیدگاه و تأثیر گسترده شکل‌های بدبینانه فلسفه هستیگرایی مانند آنچه توسط جان پولسار تعیین شده که انسان را به عنوان شور و حرارت بیفایده تعریف کرده و نظر نهایی او درباره مفهوم و اهمیت بشریت یک کلمه بود تهو پس ما در قرن بیستم با دیدگاه های بدبینانه افراطی درباره ماهیت منشأ و اهمیت انسان ها بمباران شدیم و با این حال همزمان به طرز عجیب رنسانسی از غالب های ساده لوحانه انسانگرایی رو دیدیم که هنوز شن و مقام انسان رو گرامی داشته و در سراسر دنیا به خاطر حقوق بشر اعتراض می کنند. انگار ما چیزی بیش از یاخته رشد یافته هستیم. اما من هم مثل خیلی از افراد دیگه سال که میگم انسانگرایی به طور ساده لوحانه هر دو پای خودش رو محکم در هوا گذاشته. اونها روی ترن هوایی بدون ترمز هستند چون با یک سرمایه قرضی زندگی می کنند. دیدگاه خوشبینانه اونها درباره شن و مقام موجودات انسانی نهایتا با تکیه بر سرمایه قرضی از مسیحیت یهودیت هست که شن و مقام گونه های انسانی رو بر اساس عمل خلقت خدا می بینه. این تقدس حیات انسانیه که تقدسش یک چیز ارسی یا ذاتی نیست بلکه تقدس ما برگرفته از ارزش و اهمیتی هست که خدا بر این موجود خاصی که انسان یا نوع بشر مینامیم اعلام میکنه و این بخشی از کل روایت خلقت که با خلقت نوع بشر در باب اول کتاب پیدایش رویارو رو میشیم وقتی روایت شش روز خلقت رو دنبال میکنه که در اون خدا در روزهای گوناگون عناصر گوناگون جهان رو خلق میکنه بعد در آیه 26 از باب اول پیدایش این کلمات رو میخونیم و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند، حکومت نماید. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد. و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پرسازید و در آن، تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه ی حیواناتی که بر زمین میخزن حکومت کنید ما اکنون در دنیای زندگی میکنیم که برای تخم ماهی ارزش بیشتری قائل تا جنین انسان احترام بیشتر برای نهنگ تا انسانیت که این نقض ترتیب خلقته که خدا فقط و فقط انسان رو به صورت خودش خلق میکنه و خدا به موجودات انسانی حق فرمانروایی بر حیوانات، پرندگان، ماهی‌ها و زمین رو میده و خدا به نوعی زن و مرد رو به عنوان نایب فرمانروایی خودش خلق میکنه یعنی به عنوان نایب السلطنه خودش معاون فرمانروایی او بر تمامی خلقت و این با مقامی که به بشریت اعطا شده که به صورت خدا آفریده شده نیز هماهنگه حالا در الهیات یک اصطلاح تخصصی داریم که باید درکش آسون باشه و این صرفا ایماگو دی ای نامیده میشه یعنی تصویر خدا و یکی از بزرگترین سوالات الهیات اینه که این تصویر چیه؟ این بود متمایز موجود انسانی که اونها رو از همه اعضای دیگر قلم رو حیوانات متفاوت میکنه که اونها رو با این تصویر متمایز میکنه چیه؟ گمان زنی های بسیاری در تاریخ الهیات بوده که سعی کرده خصوصیات متمایز تصویر خدا رو پیدا کنه. بخشی از این مشکل در باب اول این مد در آیه 26 هست که خوندیم و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم پس دو کلمه اینجا در رابطه با این گزارش اولیه خلقت انسان به کار رفته کلمه صورت و کلمه شبیه هست دو کلمه متفاوته سیلیم و دمود در ابری و در یونانی هم به همین شکل دو کلمه متمایزه و کلیسای کاتولیک روم از لحاظ تاریخی گفته که اینجا کتاب مقدس یک ویژگی مشخص انسانها رو توصیف نمیکنه بلکه دو ویژگی هست اینکه یک فرقی بین صورت و شبیه هست تصویر به جوانب خاص اشاره میکنه که ما به طور مشترک با خدا داریم از جمله اقلانیت و اراده و غیره و شباهت طبق یک عدالت اولیه هست که به ماهیت انسانی ما در خلقت افسوده شد اما از لحاظ تاریخی تفسیر پروتستان از این بیانیه در کتاب پیدایش فرق مهمی داره چیزی که مفسران پروتستان میگن اینه که چیزی که ما اینجا در پیدایش یک پیدا میکنیم مثال چیزیه که هندیادیس نامیده میشه یک هندیادیس صرفا یک اصطلاح تخصصی برای ساختار دستور زبانه که دو چیز یا دو کلمه ذکر شده هر دو به یک چیز اشاره میکنند کلمه هندیادیس یعنی یک در دو بودن یعنی مثلا ما به رومیان یک میریم جایی که خشم خدا بر علیه تمامی بیعدالتی و بیدینی انسان ظاهر میشه. آیا خشم او به طرف دو چیز متمایزه که یکی بیدینی و دیگری بی‌عدالتیه؟ یا خشم او بر یک چیز متمرکز شده که میتونه با اصطلاح بیعدالتی یا بیدینی توصیف بشه؟ پس اتفاق نظر در بین پروتستان‌ها اینه که یک ساختار دستور زبانه که هندایا نامیده میشه. و چیزی که اینجا در پیدایش یک دارید دو کلمه هست که هر دو به یک چیز اشاره می اینکه هر صورتی که داریم هر حسی نسبت به اینکه ما به صورت خداییم همون حسی هست که نسبت به شبیه به او بودن داریم و برعکس پس ما به دو چیز متمایز نگاه نمی کنیم بلکه به یک چیز مشخص نگاه می کنیم. اما دوباره هنوز این سوال برای من باقی میمونه به صورت خدا بودن شامل چیه دوباره الهیدانان قرون وسطایی ایده ای رو معرفی کردند که در قرن بیستم عمدتا توسط الهیدانان نو مورد حمله شدیدی قرار گرفته و در این مورد به طور عمده توسط کارل بارت بوده و این ایده هست که آنالوگیا انتیس نامیده میشه آنالوگیا انتیس که قیاس وجود ترجمه شده اینکه اگرچه کتاب مقدس به وضوح میگه شکاف گسترده ای بین ماهیت خدا و ماهیت هر مخلوقی وجود داره و جرفنای بزرگی که ماهیت خدا رو از ماهیت موجودات انسانی جدا میکنه اما ما به طریقهایی شبیه خداییم نه اینکه ما خداییم ما مخلوقیم و به تاریخ‌هایی بسیار زیادی بر خلاف خداییم اما همزمان به تاریخ‌هایی مثل خداییم حالا این چیزیه که توسط الهیات نئو مورد حمله قرار گرفته و یک اصطلاح بسیار معروفی که به کلیسا راه یافته و حتی در میابیم که بارها توسط ارتودکس به کار رفته و با شرمندگی میگم اینه که خدا کاملا نقطه مقابله این تلاش برای جلب توجه به سوی شکوه و عظمت خدا از این لحاظه که او فراتر از ماست و از همه مخلوقات متفاوته و با غیرت برای محافظت از تعالی خدا و ایجاد مانعی در برابر اشتباه گرفتن خدا با هر چیز دیگری در عالم مخلوقات و فرار از همه غالب های گرایی یا وحدت وجوده که از این اصطلاح که خدا کاملا نقطه مقابله استفاده می‌کنند. حالا اگه این رو تحت لفظی در نظر بگیرید این برای مسیحیت زیانباره چون اگه خدا کاملا کلا و تماما متفاوت از ماست هیچ نقطه مشترک احتمالی برای تماس بین خالق و مخلوق نیست هیچ راه احتمالی برای ارتباطات نیست اگر دو وجود کاملا نامشابه باشند هرگز نمیتونه ارتباطی بینشون باشه به همین دلیل برای تفکر مسیحی بسیار مهمه که درک کنیم که شباهتی هست شباهتی بین خدا و انسان که این امکان رو ایجاد میکنه که خدا با ما صحبت کنه اگرچه او به زبان ما و با اصطلاحات ما صحبت میکنه اما حرفش معنا داره چون ما با هم شباهت هایی داریم اما همچنان ماهیت این شباهت رو ما تعیین نکردیم و چیزهای گوناگونی از لحاظ تاریخی انجام شده که این نقطه تماس یا شباهت رو مشخص میکنه معروفترین دیدگاه تاریخی ایماگو یا تصویر بوده که اساساً در جوانب تشکیل دهنده انسانیت ما از لحاظ اقلانی و اراده و علایق ما ساخته شده و عمدتا دو مورد اول که گفته شده ما به نوعی در شباهت به خدا اقلانی هستیم خدا ذهن داره و ما هم داریم البته یکی از مشکلات این قضیه اینه که تا قرنها انسانها فرض می کردند. حیوانات دیگه اصلا نمی فکر کنند و وقتی موش صحرایی رو در یک جای پر پیچ و خم میگذارید که با سرعت خودش راه بره یا دستورالعمل‌های گوناگونی رو به سگی میدید که با دقت برای مأموریت در یگان پلیس تربیت شده یا سگ راهنما برای شخص نابینا یا هر چیز دیگه قضیه اینه که هر کاری که اونها میکنن با این قدرت مرموزه که غریزه نامیده میشه اما قطعا فکر نمیکنند اگرچه شما میتونید ببینید که موش صحرایی بین رفتن در یک راه رو یا راه روی دیگه در یک مسیر پرپیچ و خم که در مقابلش تصمیم میگیره فقط با غریزه این کارو میکنه. اونها واقعا تصمیم هوشیارانه نمیگیرند. حالا این نسبتا دشوار میشه. چون برای همه حواس بیرونی به نظر میرسه که انگار حیوانات تصمیمات آگاهانه میگیرند و ما میدونیم که اونها بیدار میشن و میخوابن و واکنش نشون میدن. می‌تونن بشنوند، میتونن همه این کارهای دیگر رو بکنند. پس در بیشتر بخشا این ایده جدایی مطلق بین اقلانیت که به انسانها محدود شده و غریزه برای حیوانات تغییر کرده و انسانها میگن تمایز واقعی بین انسان‌های درجه بسیار پیشرفته از ظرفیت استدلال ما در مقایسه و مقایرت با حیوانات پستره من نمیدونم چطوری میخوایم نهایتا این سوال رو برطرف کنیم اما یک چیزی رو قطعا میدونیم و اون اینه که خدا ذهن داره اینکه خدا علم و دانش داره و خدا استدلال پیچیده انجام میده و ما ذهن داریم میتونیم دانش کسب کنیم و قدرت جرفندیشی و استدلال داریم که در دنیای حیوانات منحصر به فرده نه فقط این بلکه خدا اراده داره و ما توانایی انتخاب کردن رو داریم ما موجودات ارادی هم هستیم حالا برای اینکه موجودات اخلاقی باشیم باید دارای ذهن و دستگاهی باشیم که اراده نامیده میشه و بسیاری گفتند که چون خدا علاوه بر وجود شخصیت هم داره یک شخصیت اخلاقی و ما هم همینطور هستیم ما موش رو به محکمه نمیبریم و درباره حس والا و پیشرفته اخلاقی سگمون و غیره صحبت نمی کنیم، ولی موجودات انسانی رو به خاطر انتخاب هایی که میکنن، به خاطر تصمیماتی که به کار میبرند پاسخگو میسازیم چون اونها نمایندگان اخلاقی هستند اونها موجودات ارادی هستند و خدا به موجودات انسانی فرمان میده که مقدس باشند چون که او مقدسه و چیزی از عدالت او رو منعکس کنند انعکاسی که احتمالا ما نمیتونستیم داشته باشیم مگر اینکه موجودات اقلانی باشیم و مگر اینکه موجودات اخلاقی باشیم و مگر اینکه حسی از احساس یا علایق داشته باشیم پس همونطور که میگم در بیشترین بخش کلیسا این ویژگی ها رو که ما در خدا و همچنین در مراحل بسیار پیشرفته موجودات انسانی میابیم به عنوان ذات این تصویر در نظر گرفته دوباره کارل بارت این رو به چالش کشیده و میگه در خلقت انسان فقط به عنوان انسان آفریده نشده بلکه مرد و زن آفریده شده زن و مرد هر دو به صورت خدا آفریده شدند هر دو حامل تصویر خدا هستند و البته این اصطلاح در پیدایش اصطلاحی که برای انسان به کار رفته به طور کلی به کار رفته اینکه انسان به طور یک پارچه هم مرد و هم زن هست و همه ی در این مقامه به صورت خدا بودن شرکت دارند بارت میگه چون مرد و زن بودن در اینجا منظور شده او میگه قیاسی که اینجاست قیاس بودن نیست بلکه قیاس رابطه هست که انالوگیا والوتسیونس نامیده میشه قیاس رابطه همونطور که خدا در اولوهیت با خودش در واقع روابط میانفردی داره پس بی همتایی ما در اینه که ما این توانایی رو داریم که روابط میانفردی بین خودمون داشته باشیم خب این جالبه و قطعاً درسته که ما این توانایی رو داریم که روابط میانفردی داشته باشیم حیوانات هم این رو دارن و ما هنوز این مشکل رو داریم که اگه این تنها نکته قیاسه یکی از روابط میانفردی که احتمالاً نمیتونستیم داشته باشیم رابطه با خدا بود چون هیچ وسیله ای برای ارتباط با او نبود اما در هر مورد می که از بین همه موجودات دنیا یک مسئولیت منحصر به فردی به انسان داده شده و با این مسئولیت یک توانایی مطابق با اون هم داده شده در واقع مسئولیت شامل ایده توانایی هست و بخشی از منحصر به فرد بودن نوع بشر مأموریت منحصر به فردی است که از خدا دریافت کردیم اینکه نماینده او برای بقیه خلقت باشیم و شخصیت خدا رو منعکس کرده و باستاب بدیم حالا یکی از راه هایی که اینو یاد میگیریم این استدلاله که از پیدایش به تصویر مسیح در عهد جدید که آدم آخر یا آدم دوم هست بریم و در او تحقق کامل مفهوم به صورت خدا بودن رو ببینیم همونطور که نویسنده ابرانیان به ما میگه او فروغ جلال خدا و مظهر تصویر اوست ما در اطاعت کامل مسیح تحقق حکم انسان برای باستاب و انعکاس قدوسیت و عدالت خدا رو میبینیم پس من قانه شدم که آنچه ما در تصویر می‌آبیم، اساساً توانایی منحصر به فرد در خلقته که شخصیت خدا رو منعکس کنه تا بقیه دنیا بتونن به انسان‌ها نگاه کنند و بگن این پیغامی درباره چگونگی خدا به ما میده متاسفانه وقتی حالا دنیا به ما نگاه میکنه چیز زیادی از پیغامی درباره چگونگی خدا نمی‌بینند، چون حالا کل خلقت با هم ناله کرده و عذاب میکشه و منتظر نجات و رهایی انسان هاست. چون حالا این تصویر به وسیله سقوط خیلی معیوب و مشوش شده و وقتی به سؤال سقوط نوع بشر در گناه میپردازیم و به ماهیت گناه میپردازیم باید دوباره به سراغ این سؤال تصویر خدا بریم چون این سؤال باقی میمونه آیا ما از زمان سقوط هنوز تصویر خدا رو داریم یا این تصویر نه تنها معیوب شده بلکه به وسیله سقوط محو شده پس ما دیگه حامل تصویر خدا نیستیم من به سرعت با خواهم داد که با مروری بر این مطلبه که مسیحیت ارتدکسی اصرار داره که اگرچه تصویر خدا جدا توسط سقوط تار و آشفته و معیوب شده اما نابود نشده و اینکه حتی موجودات انسانی گناهکار که امروزه در دنیای ما پرسه میزنند همچنان موجوداتی هستند که به صورت خدا آفریده شدند و این در یک مقطعی به سوی ضرورت تشخیص تصویر خدا به طور محدود و تصویر خدا به طور گسترده یا تصویر خدا در حالت رسمی و تصویر خدا در حالت مادی رهنمون میشه. چون اگرچه ما سقوط کردیم اما هنوز میتونیم فکر کنیم. ذهنمون با گناه آلوده شده اما هنوز ذهن داریم و هنوز میتونیم استدلال کنیم. ما بارها استدلال اشتباه میکنیم اما همچنان این توانایی رو داریم. همچنین اگرچه در اسارت گناهمون هستیم اما همچنان اراده داریم و هنوز ظرفیت تصمیم گیری داریم ما در درس کاملتری به نام تصویر شکسته شده با دقت بیشتری به این میپردازیم و به سراغ جزئیات بیشتری درباره کل این مفهوم میریم که به صورت خدا بودن چه مفهومی داره و از زمان سقوط چه اتفاقی برای این تصویر افتاده